ما کار رو باید به مردم واگذار کنیم. این که ما میگیم سهام باید بیاد به مردم واگذار شه، این که ما میگیم شرکت ها باید به مردم واگذار شه، این که ما میگیم کارخونجات باید به مردم واگذار شه، این که ما میگیم سیاست های اصل 44 باید اجرا بشه و پیاده شه، مدیران ما رو دل سرد نکنید. حالا اگه یه موردی هم در واگذاری بر فرض که اشکالی، خب بریم اشکالش رو رفع بکنیم. اصل واگذاری رو زیر سوال نبریم. کار باید به مردم واگذار بشه. بله یه چیزایی هست، مثلا امور زیر ساختیه، خب این باید دولت اون رو به عهده بگیره. یک کارخونه های تولیدات مهم و مادر هست، صنایع مادر هست، خب ممکنه دولت باید بوده بگیره. یه جاهایی است که در مناطق محرومه باید سرمایه گذاری بشه، مردم عادی نمیتونن سرمایه گذاری کنن، نمیصرف سرمایه گذاری، خب اونجا دولت باید بوده بگیره. اما بقیه امور باید به مردم واگذار کنیم. ما باید تسهیل کنیم که مردم بیان یک شرکت واگذار میشه، اینقدر اما و اگر اما و اگر گفته میشه، دیگه 10 تا شرکت دیگه تو نوبت دیگه نمیان. تا زمانی که اقتصاد در اختیار دولت باشه، تولید در اختیار دولت باشه، مسائل ما حل نمیشه. ما باید رقابت رو آزاد کنیم، ما باید مردم بیان تو صحنه، ما باید جذب سرمایه ایرانیان بکنیم، جذب سرمایه خارجی بکنیم، امنیت بدیم. ما اگر امنیت بدیم به ایرانی های خارج از کشور، سرمایه زیادی هست تو خارج، اینا میاد در داخل، به نفع اوناست، به نفع مردمه، به نفع کشوره. هم باید امنیت شخصی به اونها بدیم، هم باید امنیت به سرمایهشون بدیم. هم یک کسی اگه سرمایه میاد، روزی که میخواد ارزش خارج بکنه، باید بتونه به راحتی خارج بکنه. بنابراین ما در این زمینه کاملا نظر دولت بر اینه، ما باید تولید رو، ما باید اقتصاد رو، جز در یک امور خاصی که باید دولت به عهده بگیره، باید به مردم واگذار بشه تا ما بتونیم حرکتمون رو تسریع بکنیم در سال جهش تولید.